سلام، من سوره هستم. به کانال من خوش اومدی. طرز تهیه اپل ترنوورز، پیراشکی یا پای سیب ساده و راحت با خمیر هزارلا. من خمیر هزارلا فوری رو قبلا درست کردم که لینک تهیهش رو برات این پایین تو دیسکریپشن میذارم. اما خیلی راحت میتونی از خمیر هزارلا آماده و بازاری استفاده کنی. من امروز فقط 1/3 خمیر رو استفاده میکنم و بقیهش رو بسته بندی میکنم و تو فریزر نگه میدارم. خب زیر روی خمیر رو آرد پاشی کن و بعد اون رو به ضخامت حدوداً 2-3 میل باز کن. اگه از خمیر سوپرمارکتی استفاده میکنین که نیازی به بردن زدن نداره، خمیر هزارلا سوپرمارکتی رو هم بذار تا موقع استفاده تو یخچال بمونه. حالا اون رو به شکل مربع‌های 10-15 سانتی‌متری برش بزن. بعد تکه های خمیر رو بپوشون و توی یخچال بذار تا خنک بمونن. برای این شیرینی از سیب های استفاده کن که خیلی نرم و اسفنجی نباشن. سیب ها رو پوست بگیر و بعد به صورت مکعب های تقریبا هم اندازه برش بزن. بهتر سیب ها رو زیادی ریز خورد نکنی تا له نشن. یه تاور رو روی حرارت متوسط بذار، سیب های خورد شده و شکر قهوه‌ای رو تو تابه بریز. و بعد نمک، پودر دارچین و آب لیمو رو هم بهش اضافه کن. چند دقیقه مواد رو بپز تا سیب ها کمی نرم بشن. مخلوط سیب و شکر با حرارت از خودش آب جدا میکنه. خب برای غلیظ شدن مخلوط نشاسته رو اضافه کن. نشاسته آب سیب رو فوراً جذب میکنه. حالا مواد رو توی ظرف دیگه بریز. وقتی کمی خنک‌تر شد، بذارش توی یخچال تا کاملا سرد بشه. برای رومال، تخم مرغ و یک قاشق شیر رو خوب با هم دیگه مخلوط کن. فر رو هم در دمای 190 درجه روشن کن تا موقع استفاده کاملا داغ باشه. حالا به دلخواه خودت 1-2 قاشق از مواد میانی رو روی نصف تکه های خمیر پخش کن. اگه مواد رو کمتر بریزی، شیرینی ظاهر منظم تری پیدا میکنه. ولی اگه مثل من مواد رو زیاد بریزی، قاعدتاً شکلش کمی به هم میریزه. ولی به نظر من خوشمزه تره و ارزشش رو داره. این دیگه کاملاً به خودت بستگی داره. حالا اطراف خمیر رو خیلی کم رومال بزن. راستی شیرینی اصالتاً فرانسوی رو در آمریکا بهش اپل ترنوورز میگن و در آلمان بهش اپل تاشه میگن. راستی تو کشوری که شما زندگی میکنی بهش چی میگن؟ طرف دیگه خمیر رو روش برگردون. من قبلاً یه مدل ساده تر از این شیرینی رو با خمیر هزارلا آماده و مربا درست کرده بودم. مربایی که استفاده کردم ترکیب سیب و تمشک بود. برای اون ویدیو کامنت های جالبی هم دریافت کردم و نکته جدیدی هم یاد گرفتم. بعد از بستن لبه ها با دست، خیلی ساده با کمک یه چنگال لبه ها رو به هم پرس کن. لبه های شیرینی احتمالاً توی فر به خاطر پف کردن خمیر هزارلا کمی باز میشن، ولی مشکلی نداره. 3 تا برش روی شیرینی بزن تا بخار موقع پخت خارج بشه. بعد هم روی شیرینی ها رو رومال بزن. کمی شکر سفید و یا اگه خواستی برای زیبایی بیشتر شکر قهوه‌ای بپاش. 15-20 دقیقه در دمای 180 درجه بپز. این شیرینی خیلی خیلی خوشمزه و در این حال خیلی ساده است. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، لطفاً لایک و شیر یادت نره. سابسکرایب کانال هم خیلی کمک بزرگی برای منه. نوشه جم.